رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستند. مردم نگران تامین وضعیت سوخت هستند، همزمان قطع به سوخت واحدهای صنعتی و مازوت سوزی در نیروگاه‌ها هم ادامه داره. آیا راه حل کوتاه مدتی حداقل آقای غیبی برای این شرایط هست؟ راه حل کوتاه مدت شاید از بعد داخلی بخوایم نگاه بهش بکنیم، صرفه جویی مردم هست، اما با توجه به شرایط آب و هوایی شاید این یک مقدار سخت باشه. ولی از بعد بیرونی بهش نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی میتونه واردات گاز رو از ترکمنستان و به خصوص از روسیه انجام بده. با روسیه قراردادی هم همین چند ماه پیش امضا کردن، بنابراین میتواند انجام بدهد، اما خب بنا به دلایلی اتفاق نمیفته. در حوزه ترکمنستان خب ما بدهی معوق داریم، ترکمنستان در بزنگاه ها نشون داده که در سالهای گذشته هم در فصل سرما اقدام به کاهش میزان صادرات میکنه. در حوزه روسیه هنوز اعلام نشده که آیا واردات انجام میشود یا اصلا در دستور کار قرار داره، به رغم اینکه قراردادی هم باهاش امضا شده. این دو صورت در کوتاه مدت میتونه کمک کنه به مشکل کمبود گاز برطرف کردنش، اما مهمترینش همون واردات هست که به نظر نمیرسه دولت برنامه‌ای براش در حال حاضر داشته باشه. آقای غیبی، همزمان وزیر نفت وعده داده که زمستان آینده مشکل گاز مردم رو حل میکنه در طول فصل سرما. آیا چنین چشم‌اندازی واقعا با واقعیت همخوانی داره با اون شرایطی که اکنون میبینیم؟ به هیچ عنوان همخوانی ندارد، به دو دلیل عمده. یک، از نظر مدیریت ما در کشور در تمام حوزه ها شاهد مدیریت ضعیف، بی تجربه و بعضا نابخردانه هستیم. به طور مثال ما هنوز فراموش نکردیم دو سال پیش وزیر نیروی دولت های روحانی گفتن که ما 1 میلیون کولر گازی رو قرار هست که تعویض بکنیم که به واسطه اون 2 میلیارد متر مکعب صرفه جویی گاز داشته باشیم. ایشون هنوز نمیدونست کولر گازی با گاز کار نمیکنه، هرچند بعدا این رو توجیه کردن. ولی در حوزه دیگر ما اگر بخوایم نگاه کنیم نیازمند سرمایه گذاری هستیم. سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز نیازمند حضور سرمایه گذاری خارجی هست. سرمایه گذاری خارجی باید یک چشمانداز مثبتی در داخل ایران ببیند، از طرفی مناسبات ایران با کشورهای دیگر هم به حالت عادی برگشته باشد که بتواند ورود بکند. با توجه به اینکه امروز ما شاهد این هستیم که به زودی سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی قرار می گیره و از طرفی هم همین سپاه تمامیت نفت و گاز ایران رو به اختیار خودش درآورده و مخصوصا در پارس جنوبی با حضور در اکثر پروژه ها به واسطه حضور مستقیم قرارگاه خاتم یا حضور فرماندهان در پست های کلیدی در اون منطقه، امکان این که بعد از عادی شدن روابط ایران امکان حضور سرمایه گذار خارجی به واسطه حضور سپاه و استیلای اون در اون منطقه تقریبا غیر ممکنه. بله. و بنابراین اگر اتفاق خاصی در حوزه فرهنگ سازی و واردات شکل نگیره، در حوزه تولید چشم انداز روشنی دیده نمیشه. بسیاری از توضیحات شما ممنونم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.